موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، گزارش اطلاعات جدیدی هم درش داره. آیا میشه گفت بخشی از پیچیدگی مسئله هسته‌ای ایران برمیگرده به اون دوران و به نوعی چشم‌پوشی یا حتی انفعال اروپا و آمریکا در مقابلش؟ خب این مسئله وجود داره. شاید نویسندش میخواسته این مقایسه رو بکنه که اسرائیل در شرایط خاصی با حمله به این کمپانی ها، با بمب‌گذاری ها و تهدید این کمپانی ها و کارمندان این کمپانی ها میخواسته که جلوی این برنامه رو بگیره، و ولی در نهایت کاری نتونسته بکنه و پاکستان به بمب اتمی دست پیدا کرده و ایکیو خان تونسته برنامه های نقشه های هسته‌ایش رو به کشور ایران تحویل بده. پس با وجود اینکه اون زمان اسرائیل احساس تهدید موجودیتی میکرده از دستیابی پاکستان به بمب اتمی، میبونه اولین کشور اسلامی، پس شاید الان هم بتونه این کار بکنه. ولی موضوع اینجاست که ایران از سال 1984 تصمیم میگیره که برنامه هسته‌ایش رو مجددا راه بندازه، برنامه هسته‌ای که در زمان شاه پیشین شروع شده بوده، و در سال 1987، یعنی درست زمانی که ایران در اوج حملات زمینی خودش به داخل عراق بود، میخواست بصره رو بگیره و واقعا تصمیم جدی داشت که به پیروزی نهایی برسه، برنامه هسته‌ایش رو با ایکیو خان پیش میبره و جلسات و مذاکرات متعددی با ایشون داره، و آقای ایکیو خان سعی میکنه که نقشه های ساخت سانتریفیوژ های IR1 و IR2 رو ایران تحویل بده و همینطور نقشه ساخت بمب. با توجه به نامه‌ای هم که محسن رضایی نوشته بود در سال 67 به هاشمی رفسنجانی که ما برای پیروزی نیاز به بمب اتمی داریم، به نظر میرسه که ایران در اون زمان تصمیم گرفته بوده که یک برنامه سریع برای ساخت بمب اتمی داشته باشه تا بتونه برای پیروزی نهاییش بهش برسه، بلکه راه حل دیگه‌ای نبوده. ایران از نظر امکانات متعارف حرف چندانی برای اینکه بتونه به پیروزی علیه عراق برسه نداشت. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودید.